بشم هشم نسل به نسلی اختورا سیوالانو مشه مراشا به هیلت یعقوب به ازرت هشم میدبارخ صفحه 802 از یلقوت یوسف 2 فصل 305 قوانین مربوط به پیدیون ابن شماره سیف منبت 42 میقار دین از اصل دین کافیه به اندازه 30 درهم نقره قال و پاک برای میسوای پیدیون ابن یا هم ارزش چیزی که ما گفتیم و که حدود 90 گرم میشه نقره لیکن بر طبق مینهایی که دست دارن از دوره های قبل در یروشالایم میدن 31 درهم نقره پاک یا هم ارزشش که حدود 93 گرم نقره پاک هست و بایستی که پیگیری کنه همیشه دنبال قیمت نقره پاک و قال که بده برای پیدیون ابن متناسب با قیمتش که تغییر میکنه در بازار اندازه 93 گرم نقره پاک همراه با مالیات ارزش افزوده. اینجا تاکید داره هلاخا که حتما 93 گرم نقره پاک باشه یا اینکه هم ارزشش میتونه طلا باشه مثلا ولی قیمتش رو به قیمت روز در بیاره و اندازه بگیره. ممگیمل میفرماید لازم نیست فقط مطبوعات سکه ها باشه بلکه امکان داره که باز بخره حتی آل خط خیلا به شابه کسف هم ارزش اون نقره که میتونه بده هر شیی که بخواد که هم ارزش 5 سلائیم باشه به جز زمین و شتاروت. خب سنت های بدهکاری که این پودین با اینها بازخرید نمی کنند. ممدالت می فرماید موقعی که میده به کوهن شاوه کسب چیزی که هم ارزش اون نقره است به اندازه 5 سله لازم نیست که اون کوهن فی بزنه اون شایی رو از ابتدا که ارزشش رو بدونه و کلش به امت شاوه مادامی که واقعا می ارزه 5 سله این بازخرید شده هست نمیخواد ببره آقای کوهن فی بزنه. میمه میفرماید که موتال لیفدوت مجازی که باز بخره اون فرزند اولزاد رو با مدال با وجود اینکه اینها شینام هلا خوقی بشوق یعنی قانونی در بازار نداره که نیست بر اونها ارزش معینی و اینها سکه های رسمی که خرج میشن توسط بانک نیستن و این چون که هست در اونا نقره پاک ورزش خمش شقالیم کسف پنج شقل کسف هلاخای وسیع در دست ماست که شابه کسف که کسف یعنی چیزی که هم ارزش نقره است یا پول هست مثل همون پول یا نقره حساب میشه همچنین برای پیدیون ابن و تمام این در صورتی که در هر کدوم از این مدال ها 19 گرم نقره پاک هست و 5 تا مدال این چنین ارزش 93 گرم نقره پاک داره که از در این مقدار کافی اون پنج شقلی که برای میسوای پیدیون هم بده. من درسته که نشانه گذاری کنه در این مدال ها اون پاسخی که نوشته اوف دویاو میبین خودش تیفته بهت که خواهی کسف خمشه چقالیم به شقل حق خودش. اینجا میخواد بگه که اون مدال هایی که هست هر کنمش 19 گرم نقرش بیاد و 5 تا مدال بگیره این میتونه همون حدود 93 گرم نقره باشه و قابل قبوله و بهتره که روش هم نوشته باشه که این مال پیدیون ابن است. این پاسخ افدویاو میبین خودش تیفته بهت که خواهی کسف خمشه چقالیم روی این سکه ها این مدال ها نوشته باشه بهتره. شماره منواب میفرماید موقعی که نیست سکه نقره بعضی ها میگن که امکان دارم چنین با اسکناس هم که از کاغذ ما این کار رو انجام بدیم بعضی ها اختلاف دارن بنابراین بهتره که با سکه نقره باشه. پس سعی بر اینه که با اسکناس پیدیون ابن رو انجام نده چون بعضی ها موافق نیستن و اختلاف دارن با این مسئله. ممزین میفرماید موقعی که هست برای کوهن 5 سکه ای که مخصوص برای پیدیون ابن و پدر نقره آماده نداره که به پردازه به او مگر چک داره بده اون کوهن این سکه ها رو به هدیه به پدر بچه و پدر بچه هم بیاد و بازخرید کنه این بچه رو و ترتیب بدن بین خودشون بعد از اون پرداخت رو و اگر کوهن میبخشه بر اون مبلغ که لازمه بده به اون سکه ها رو به عنوان هدیه و اویابن هم برمیگرده و
به اونها به اون برمیگردونه و اویبن پرداخت میکنه به خاطر اون سکه با چک، حتی اگر چک تاریخ داره برای زمانی که بعد از پیدیون ابن، این فایده داره با این سکه ها که بخواد بچه رو پیدیون کنه. اینجا میفرماید که از ابتدا که باید پدر بره آماده کنه حدود 93 گرم نقره پاک رو، بعد آماده کنه بیاره بذاره. حالا اومدیم نبود، یادش رفته یا هر دلیلی امکانش نبود و الان نداره، ولی آقای کوهن این 5 تا 3 رو داره، اون حدود 93 گرم نقره رو داره، ولی پدر بچه نداره نقره ولی چک داره. یه مسئله اینه، شما چکش رو بنویس بهش بده، حالا چک هم مال بعدن هیچ اشکالی نداره و اینجا این سکه ها رو میده به پدر بچه و پدر بچه باز خرید میکنه، یا اینکه هدیه میده به پدر بچه و پدر بچه باش باز خرید میکنه و چکش رو بعدن مینویسه بهش میده و میفرماید که حالا اگر بعدن کوهن خواست این رو ببخشه به پدر بچه که دیگه میبخشه، بعدم پدر بچه دوباره به کوهن این رو برمیگردونه، دیگه مشکل چک دادن هم اینجا نیست. به هر حال باید این سکه هایی که پدر میخواد باز خرید کنه مال خود پدر باشه. میخواد میفهمید شایسته و درسته که اون کوهن که قبول کرده این سکه ها رو به خاطر پیدیون ابن نخره با این سکه ها چیزای اضافی، چیزای لوکس و خوردنی های سنگین، چیزایی که ضرورتی نداره، بلکه استفاده کنه فقط برای نیاز روزی و معاش خودش. اینجا علاقه میفرماید که بهتره و شایسته است که کوهن این حدود 93 گرم نقره رو که میگیره باش چیزای اضافه و لوکس و خوراکای زیاد خوردن و اینا استفاده نکنه، باش اون روزی و نفقش رو تأمین کنه. میمتت میفرماید موقعی که اویبن میده این پورها رو به کوهن، لازمه که تصمیم بگیره که واقعا به عنوان هدیه کامل این پولها رو داده به کوهن، یعنی پدر بچه اون مقدار نقره رو که میده با نیت کامل با فکر کامل داده به آقای کوهن، هدیه کامل. فقط اگه خواست کوهن برگردونه مبلغ پیدیون رو میتونه، ولی اویبن نده این رو به این فکر که این پولا به منظور برگردوندن باشه، یعنی بهت میدم که بهم برگردونی، و این کار رو اگر کرد بچهش بازخرید شده نیست، تا که تصمیم بگیره تو قلبش که بده به کوهن به عنوان هدیه کامل، و اگر میخواد کوهن بعد از اون برگردونه دلش میخواد میتونه، فقط عادت نداشته باشه اون کوهن که بخواد برگردونه به همه، چون که به بقیه کوهنیم ضرر میزنه و از میان این دیگه نمیان به کوهنیمی دیگه بدن پیدیون ابن، فقط به این میدن. و میفرماید که اوبر میشوم شخاتم برید حلوی، یعنی میخواد بگه کار اونها رو خراب کرده، مغازه اونها رو تخته کرده، ولی اویبن که اون بن یشیوای یا فقیره به پدر بچه‌ای که بن یشیوای یا این که فقیره میتونه برگردونه. مازالک اگر توضیح داد و گفت به متانا الملت لخزیر، اگه گفت، نه که بگه، اگه پیروش که توضیح داد که میده به کوهن به عنوان هدیه به منظور برگردوندن اسمش متاناست، ولی این کارو نباید بکنه. اینجا توضیح میده که پدر بچه این 93 گرم نقره قال رو با نیت پاک با عنوان هدیه کامل بده به کوهن، حالا اگه کوهن دلش میخواد برگردونه مسئله نیست. شماره نون میفرماید که مسورت به یاد نو، حدیثی است از گذشتگان، از بیغ زقنیم، از دهان پیرانی که عبور کردیم از قبل، شخصی که اجرا میکنه میسوای پیدیون ابن بچهش رو چوندین و اون 5 سله رو به کوهن میده با شادی که مال خودش باشه، که بر نگردونه اون کوهن به پدر بچه به این شکل و به این صورتی، مطمئن باشه که اون بچه زنده میمونه، خلاص میشه از لطمات، بیماری های اطفال و کودکان و بزرگ میشه و یه مرد عاقل و بالغ خواهد شد. توضیح شماره نون این هست که از زقنیم گذشتگان ما این رو یاد گرفتیم که اگر پدر بچه با نیت کامل با شادی این 5 سله نقره رو بده بکنه که مال خودش باشه،
به این نیت که برنگردونه به این شکل و صورتی، مطمئن باشه که این بچهش زنده میمونه، سالم خواهد بود، از لطمات و مشکلات و بیماری ها نجات پیدا میکنه و یه مرد بزرگ خواهد شد و یه لعیش یه مرد خواهد شد. نونارت میفرمایید هستن که میگن که کوهن لازمه جدا کنه معسل کسافیم رو از پول پیدیونی که گرفته. بعضی اختلاف دارن. سوال اینه که آیا این خمش اطلاعیم حدود 93 گرم نقره‌ای که پدر بچه میده به کوهن، آیا کوهن باید دعیکش رو جدا کنه؟ اختلاف نظر هست. نونبت هستن که میگن که کوهن اجازه نداره قبول کنه شابکه صفر کمتر از 5 سلر و بگه به نظرش میارزه 5 سلر، مگر اینکه کوهن آدم مهمیه و ما میدونیم در موردش که اگر لازم داره به یه چیزی، آیا نوتن امید یقه، یعنی میده، بیشتر هم میده، بیشتر از اینا هم آذر پول بده، مثلا یه تلیت خوشگل و قشنگی برای یه تلمید خواهم و به خاطر اینکه میتونیم بگیم برای من میارزه. و بعضی اختلاف دارن و میگن که هر آدمی میتونه بگه برای من میارزه و اون که باید بیارزه 5 سلع برای یه آدمی تو دنیا. و همینطور دعات ماران شولخاناروخ هست. اینجا شماره نونبت میفرماید که باید این به اصطلاح 93 گرم نقره واقعا این قیمت بیارزه. حالا ما یه چیز دیگه دادیم، کمتر از این دادیم، حالا کوهن میگه خب برای من میارزه، ایبی نداره. میگه نه اینجوری نیست، نمیتونیم اینجوری بگیم. خب بالاخره هر کسی پیدا میشه که یه چیزی که قیمتش کمتره براش ارزش بیشتری داره. و مولانا شولخاناروخ نظرشون اینه که باید واقعا این مبلغی که هلاخا تعیین کرده بیارزه، نه اینکه برای ایشون میارزه، و باید دقیقا همون 93 گرم نقره ارزش داشته باشه. شماره نون گیمل میفرماید که کوهنی که کوهن شایسته است که ما بیاییم نزدش بچه‌مونو باز خرید بکنیم. هر کوهنی که اعتبارش به کهوناست، کوهن شایسته ای که میتونیم بچه‌مونو پیش اون باز خرید کنیم، اون هر کوهنی میتونه باشه که اعتبار به کهانت داره، یعنی کوهن هست. واسن که دست دارن باز بخرن بچه رو نزد هر کوهنی که پیدا میکنن، میگن که خب شاید کوهن قبلی کوهن نبوده و این سنگینیه که از قاردین ما اتکا میکنیم خوب بر اعتبار، یعنی یه کوهنی که میدونیم کوهنه و اعتبار به کهانت داره ما انتخابش میکنیم که بچه‌مونو برای ما بیاد و مراسم انجام بده و از او بچه‌مونو بخریم. نون دالت میفرماید لخط خیلی درسته که بچه رو باز خرید کنه نزد کوهنی که تلمید خواهمه، و اگر نیست اونجا کوهن تلمید خواهم باز بخره نزد کوهن امارس و معطل نکنه از اینکه بخواد میسوای پیدونه بینو انجام بده تا اینکه یک کوهن تلمید خواهم پیدا کنه و بیاره. پس از ابتدا سعی بریم باشه یک کوهنی که بلد باشه، تلمید خواهم باشه، پیش او ببریم بچه‌مون رو باز خرید کنه. ولی اگه نبود معطلش نکنه، یک کوهنی که امارسه، ولی خب مسلما که بهش آگاهی آموزش میدن. نونه اینه که باعث که سه چکو بده که باز بخره نزد کوهنی که اهل تور است، از یک خانواده اصیله، و خوبی که باز بخره نزد کوهن فقیر که اینجا میسوای صدقه هم انجام میده و کمک کرده به یه تلمید خواهم. و اگر داره کوهنی که قوم و خیششه و امارسه، میتونه قوم و خیش رو هم مقدم کنه و به او بده. به هر حال یک تلمید خواهمی که کوهن باشه این خیلی مقدمه، مخصوصا فقیر باشه که میسوای صدقه هم اینجا انجام میده. حالا اگر یه نفر خیشاوندی داره که کوهنه ولی سواد نداره، بی سواده، میتونه به اونم بده. مسئله نیست. اینجا مسئله صلح و صفا هم مطرحه که اختلاف و دویت و نفاق به وجود نیاد. صفحه 804 شماره نونواب میفهماد کوهن خالال که متولد شده از پسوله، که اونا مثلا پدرش که کوهن بوده ازدواج کرده با زن مطلقه و امثال این آقا به دنیا اومده که الان هستش، میگه نزد ایشون ما نمیایم بچه‌مونو باز بخریم، ایشون مثل یک غیر کوهن محسوب میشه. پس فردی که پدرش اومده با زن مطلقه ازدواج کرده و کوهن بوده، این بهش میگن خالال، به عنوان فردی که بخوایم بچه‌مون رو ازش باز بخریم قابل قبول نیست. نون زین میفرماید که باز خرید نکنه
بچه رو نزد کوهنی که شبات خیلول میکنه در ملای عام، یا که نبلا و ترفا میخوره. نون خط میفرماید کوهنی که میگذره بر میسوت که اونا عمدن، مثلا زنهایی که آسور هستن، میره میگیره، مثلا زن طلاق داده، یا تامه میکنه خودش رو با مردگان، نزدیک قبر نباید بره میره، یا باز نخرن نزد او اول زاد رو مگر اینکه این آدم تشوبا کرده. یک کوهنی که به قوانین که آنت بی اهمیته زن متلقه میگیره، یا ای که خودش رو تامه میکنه برای مردگان، این رو انتخاب نکنیم که بریم ازش بچه‌مون رو باز بخریم مگر اینکه تشوبا کرده. شماره نونتت میفهمید هستن که میگن که باز نخره بچه رو نزد کوهن بچه، کوهنی که سنش کمه. بعضی ها میگن اگر اونجا کوهن بزرگ نیست باز بخره نزد کوهنی که قاطانه. به هر صورت در عقیده همه امکان داره که باز بخره نزد کوهن گادول که اون مجرده و لازم نیست که حتما متأهل باشه. پس کوهنی که هنوز ازدواج نکرده میتونیم بچه‌مون رو ازش باز بخریم، ولی کوهنی که بچه هست یه مقداری بحث داره و اختلاف نظر روش هست. شماره 60 میفرماید اگه باز خریدن اون اول زاد رو نزد کوهن و بعد اومدن دو تا شاهد کاشر گفتن که آقا ایشون کوهن نیست، بایستی که برگرده و باز بخره اون بچه رو از یک کوهن دیگه و خیابه که اون کوهن پول رو برگردونه، اون نقره ها رو برگردونه. 61 می فهمید اگر باز خرید پولش رو با پول بچهش رو با پول رفیقش بدون اجازه، این پیدیون فایده ای نداره. یعنی پولی که مال خودش نیست رفته برداشته از رفیقش بدون اجازه، حالا رفته با این نقره با این طلای رفته باز خرید کرده بچهش رو، این بدون اجازه برداشته و این بچهش باز خرید نشده، باید واقعا حلالی پول خودش باشه. 62 میفرماید اگر داد 5 سله حتی به 10 تا کوهن بچهش باز خریده. بعضی ها میگن تمام این بدیه بوده، بنابراین قصد دارن که دقت کنن در این مسئله و بدن به یک کوهن یک باره، به چند تا کوهن نده، بلکه به یک کوهن اون 93 گرم رو یک جا بده. شماره 63 میفرماید که اول زاد شایست نیست که باز بخرن اون رو مگر اینکه 30 روزش کامل گذشته باشم، توی که در تورا میفرماید و میدوار اجده پاسوق تتزین افدویا میبین خودش دیفته، یعنی باز خریدش رو از سن 1 ماهه انجام بده و بعد از 30 روز باز بخره فوراً و میسوا رو معطل نکنه، و اگه افتاد روز 31 شبات، روز شبات باز خرید نمی کنن بلکه صبر کنه تا روز 1 شبات. 63 توضیح میده که لازمه که بگذره 30 روز کامل، بنابراین باز خرید نمی کنن تا اینکه برسه روز 31 یا شب 31، فرقی نمی کنه. بعضی ها میگن که اگر گذشت 29 روز و 12 ساعت و 793 قسمت دیگه شایستن که باز بخرن. بعضی ها میگن چنین باز میخرن در روز 31 در این حالت. لازمه که مواظب باشه که تکمیل بشه 29 روز و 12 ساعت و 793 قسمت. و علاقا مینهای که ما اینه که باز میخریم در شب 31، نیز اگر هنوزم 12 ساعت و 793 قسمت نگذشتم تو ده تماران شورخانه روخه و اکثر اخرانی که مجاز میکنن که باز بخره در ابتدای روز 31، من امکان دارم چنین که باز بخره در شب 31 میکن مقام کسی که میخواد سخت بگیره در روز 31 تا بعد از تموم شدن 29 روز و 12 ساعت و 793 قسمت این رو ردش نمی کنن و تا والا برخا خیلی هم خوبه. و اگر گذشت و باز خرید بچه رو در روز 30 بعد از اینکه تکمیل شده 29 روز و 12 ساعت و 793 قسمت بعد میگرده باز میخره در روز 31 بدون برخا. بهترین کار اینه که ما شب 31 یا روز 31 باز بخریم و نه زودتر از این. حالا میخواد بذاره روز 31 اونم میتونه که دیگه اطمینان کامل داشته باشه که این 29 روز و 12 ساعت و 793 قسمت هم گذشته باشه. به هر حال اگر که در روز 30 باز خرید بعد از اینکه 29 روز و 12 ساعت و 793 قسمت گذشته، میفرماید روز 31 هم باز میخره بدون براخا. پس روز 30 باز نخره. با وجوده که این 29 روز و 12 ساعت و 793 قسمت هم گذشته. بدیه اول اگه باز خرید
یکم هم دوباره بدون براخا باز میخره. شماره 65 مینویسه که اولزادی که باز خریده شد در روز 29 قبل از اینکه 31 روزش کامل بشه لازم اویابن برگرده و باز بخره بدون براخا. و اون کهنه که این پول رو قبول کرده باید برگردونه به پدر بچه با هدیه کامل و برگرده و باز بخره با همون پول بچه‌ای که ما گفتیم. یعنی موقعی که گذشتن بر او 29 روز و 12 ساعت و 793 قسمت، در غیر این صورت برمیگرده باز میخره او رو با براخا. و خوبه که اویابن بپوشه لباس نو و براخا بگه برون براخا شیانو در زمانی که پیدیون میکنه. شماره 65 میفرماید که روز 29 بچه رو باز خرید کرده قبل از اینکه 30 روزش کامل بشه، این رو باید برگرده دوباره باز خریدش کنه و کوهنی هم که این پولو گرفته برمیگردونه. خب اینجا بدون براخا باز خرید میکنه. در چه صورت؟ موقعی که 29 روز و 12 ساعت و 793 قسمت گذشته که بچه رو باز خریده، که میگیم دوباره باز خرید کن بدون براخا. ولی اگر نه، این زمان نگذشته، 29 روز و 12 ساعت و 793 قسمت نگذشته، باید با براخا دوباره بیاد و پیدیونش کنه. خوبه که اویابن لباس جدیدم بپوشه که شیانو لباس جدیده بگه و زمان پیدیون، که اینجا این مداری مشکوکه، اینجا مسئله لباس جدید هم کمک به ما خواهد کرد. شماره 66 میفرماید تینوق بخورش خالا بچه اولزاد بیماری برمینان که مریض شد و عقب انداخته شد میلاش تا اینکه خوب بشه. خب رسید روز 31 با وجود اینکه هنوز امکان نداره که میلاش رو انجام بدن، بایستی که پیدیون ابنش رو انجام بدن و معطل نمی کنن میسوای پیدیون رو، که اونهایی که چابک هستن میسوا رو جلو میندازن و عزیز میسوا در موقع خودش بنابراین باز بخرن اون رو فوراً در روز 31 و بعد از آن موقعی که سلامتیش رو پیدا کرد میلاش کنن اوشت نامختونیش رو و شایستن میسوای پیدیون ابن که ماگن بشه برای این بچه و سلامتیش رو زودتر به دست بیاره و نجات پیدا کنه و خلاص بشه از بیماریش. ولی اگر شفا پیدا کرد در روز 31 باید مقدم کنن اول بریت میلا که واردش کنن به بریت ابرام آبین آلا و شرام و بعد از اون باز بخرن اون رو، به خصوص که اون میلا که همیشگیه مقدمه، چیزی که همیشگی و همیشگی نیست اون همیشگیه مقدمه، بریت میلا مقدمه به پیدیون ابن. اینجا 66 توضیحش اینه که یه بچه اولزادی خدا نکرده بیمار هست و موفق نشدن میلاش کنن، سن 31 روزش هم رسیده، میگه مراسم پیدیون ابن رو انجام بده و این میسوا خودش کمک میکنه به سلامتی این بچه، عز خودیه براش. حالا اومدیم امروز 31، حالش هم خوب شده، دو تا میسوا جلویمونه، هم میلا هم پیدیون ابن، میگیم آقا اول میلا کنید بعد پیدیون ابن. شماره 67 میفرماید کسی که باز نخریده پسرشو به موقع خودش به هر دلیلی، روز جمعه یادش اومد انجام بده فوراً پیدیون رو، نیز در روز جمعه که بعضی ها میگن اگه معطل کنه تا پیدیون رو تا روز یک شنبه این میگذره از عصر، در هر روزی که میسوا رو عقب میندازه. بعضی ها میگن که میتونه انجام بده سودا هم همچنین جمعه شبات نیست، که اون سودایی که مال موقع خودش نیست، روز یکم نیست، که بالاخره اینجا میسوای سودا هست و بعضی ها با این مطلب اختلاف دارن. بنابراین کسی که سخت میگیره که مرتب نکنه، ترتیب نده سودا رو در روز جمعه، بلکه قناعت میکنه با اون که کهمساله این تا بالا بیکت رو. پس اگر یک بچه ای رو باز خرید نکردن به هر دلیلی، حالا امروز روز جمعه است، امروز یادش اومده، میگیم باز بخر، میسوا رو عقب ننداز، چون بعضی ها میگن که هر روزی که میگذره این داره از میسوای عصه میگذره، زیر پا میگذاره است شالوم، که بالاخره امروز روز جمعه میتونه سودا بده و این مسئله. بعضی ها میگن نه، سودا رو نده امروز و با کیک قناعت کنه و این بهتره. شماره 68 میفرماید قبلا منتشر شده مینهای که ترتیب میدن پیدیون ابن رو همچنین در شب و نمیترسیم به اون چیزی که نوشته شخ که مینهای باز بخرن به بچه رو فقط در روز. نهایتا اینه که ما میتونیم در شب هم مراسم
بیگنابن رو انجام بدیم و هیچ اشکالی وجود نداره. بارو خشم لعلام. آمین و آمین.